اومدیم تالار وحدت پشت صحنه نمایش خاطرات و کابوس‌های یک جامدار از زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی. این کار به نویسندگی و طراحی و کارگردانی دکتر علی رفیعی. بریم ببینیم بازیگرا و عوامل پشت صحنه چی کار میکنن و چه حس و حالی دارن و چی میگن در مورد کارشون. چی شد که دوباره این کار رو اجرا کردین؟ کار در سال 1156 توسط دکتر رفیعی به عنوان اولین کاری که بعد از برگشتش از فرانسه اجرا شده. تو اون کار بازیگرای خیلی خوبه اون زمان کار میکردن، مثل مهدی هاشمی، گلاب آدین، سیاوش طهمورس، پرویز پور حسینی، هوشنگ توکلی و یه تعداد دیگه و خدا بیامرز زنده یاد رضا ژیا. دکتر رفیعی میخواست با یه نگاه تازه و یک قرائت تازه از این نمایش یک بار دیگه تو زمان حال اون شخصیت رو حالا با یک فضای دیگه و فضای بازتری به سراغ میرزا تقی بره. من نسرین درخشان زاده هستم، عزت الدوله. مصطفی ساسانی بازیگر نقش ناصرالدین شه. زهیر یاری نقش وزیر مختار انگلیس. مهدی سلطانی هستم. میرزا تقی‌خان امیرکبیر. خدمت و اعلیحضرت هیچ وقت مرا خسته نمی‌کنه. بفرمایید بنشینید. هر چی می‌خواید بگویید بگوشید. جیره و مواجب و مصارف قشون، توپخانه و قورخانه بالکل پرداخت شده. چه خبر خوبی میشه دقیقا، چه خبر خوبی. اما برای سایر مواجب و مستمری ها به سختی میتوانیم از پس امور براییم. چرا؟ الان نیست که امیر کبیر به شکل مستندش باشیم، قرار هست اون ویژگی هایی که در نقش امیر کبیر نوشته شده رو با یه سری بداهه‌سازی‌های خودمون، تخیل خودمون قاطی کنیم و پرسوناژی که روی صحنه بیاریم که در واقع هم بازگو کننده نقش یک مصلحی باشه که میتونه امیر کبیر هم جزء اون اصلاحگرا باشه. اما اینکه جزء به جزء شبیه امیر کبیر باشیم به نظرم هیچ کس نمیتونه، چون هیچ کس امیر کبیر رو ندیده. اما سعی برای این هست که با آن مطالعاتی که راجع به ویژگی‌های شخصیتی امیر کبیر داشتیم به گونه رفتار بکنیم که وقتی تماشاگر ما رو روی صحنه می‌بینه نگه این که امیر کبیر نیست یا این که نمیتونه امیر کبیر باشه. چرا امیر کبیر رو کشتی؟ من تشنگی قدرت. قدرت به قول رسن میگه لذت هاست. برای اینکه حس میکنم وجود امیر کبیر داره قدرت منو ضعیف میکنه، اونو کشتم از بین رفت. به نظرم یکی از مهمترین دلایلی که میتونه تئاتر ارتباط خیلی خوبی با مخاطبش برقرار کنه این نفس به نفس بودن و زنده بودن تئاتره. تئاتر یه خصوصیت ویژه داره که شاید در کمتر هنری و یا در هیچ کدوم از هنرها وجود نداشته باشه، اینه که هر شب زاده میشه و همون شب میمیره و دوباره شب بعدش دوباره متولد میشه. این تولد و این مرگی که هر شب داره صورت میگیره با توجه به نوع ارتباط نفس به نفسی که بین مخاطب و بازیگر انجام میگیره، یک جوری بدون واسطه ترین و در عین حال صریح ترین نوع گفتگو را ایجاد میکنه. بیشتر از اینی که احساس کنم که مثلا این تئاتر این کشور به یه امثال من، یه بازیگرای به این سن و سال با این وضعیت احتیاج داره، من به تئاتر احتیاج دارم. یعنی وقتی که میام تئاتر کار میکنم خودم رو بازسازی میکنم، به خودم میرسم، به سلامت جسم و روح خودم میرسم. با بازی کردن آدم به خودشناسی میرسه
وقتی که خودش رو مقایسه میکنه با نقشی که داره بازیش میکنه، ویژگی های خودش با ویژگی های نقش رو در واقع مقایسه میکنه، متوجه میشه که مثلا من نسبت به اون نقش چقدر مغرورم، چقدر حسودم، چقدر خودخواهم، چقدر دست و دلبازم. این نگاه خیلی حالا ایدئالیستی به بازی و بازیگری هست. تو بازی احساس میکنم تو بهشتم، فکر کنم لذتی که من دارم رو صحنه میبرم هیچ آدمی رو کره زمین نمیبرم لذت. خب بخاطر اینکه من دوست دارم این کارو، انرژی من توی این کار آزاد میشه. تقریبا یکی معدود اجراهام بوده که تزلزل خیلی کم داشتم. استراب یکی دو جلسه اول اجراست، ولی بعدش همیشه این هیجان ممتد با آدم همراهه. این بقایت با همه جور تماشاچی ارتباط برقرار میکنه، چون هم قراردادهای تاریخی شد تا اندازه‌ای که لازمه میگه، و هم صحنه انقدر جذابیت بصری داره که تماشاچی تا آخرش با اینکه دو ساعت و نیم اجراست ولی مبهوت تصاویر و قاب‌هایی هستش که هی دکتر رفیع تو کارش داره هی نمایش میده. بعضی چیزاش از ذهنت کارگردان اومده و یه چیزای اینجوری داره، ولی به نظر من اصلا چیزی نیست که خیلی دور از دست باشه و خیلی آدم فکر کنه که اصلا نه نمیشه فهمیده. اصلا میخواهید برای اثبات مرد بودن ما چه کنید؟ آن چه علاها صد نمی کنن. شما ناسلامت شاه هستید. امیرکبیر یک آدم خیلی سالمی بوده توی دستگاه فاسد که به شکل خیلی غم‌انگیز و یعنی خوشباوری‌های خودش اولا بیشتر به خودش ضربه زده و بعد اطرافیان بدی که داشته دست به دست هم دادن تا این آدم ناکام مونده. من هر شب سعی میکنم که حالا مخصوصا صحنه یه که صحنه مرگ امیرکبیره، این صحنه رو خوب گوش بدم، یعنی تک تک دیالوگ و تک تک اتفاق و اون فضایی که داره میفته خوب گوش بدم و توی ذهنم بیارم، و همین باعث میشه انگار که گاهی شبها ممکنه این اتفاق بر من نیفته ولی اکثر شبها این اتفاق میفته که مثلا ای وای اولین بار انگار که من دارم با این اتفاق روبرو میشم و یه دفعه حس میکنم خب من الان باید برم روی صحنه، الان اون لحظه ای که برادرم هستی سلطان سلاطین.